سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران و سراسر جهان بیننده برنامه ما هستید. برای شما سلامتی و سرفرازی آرزو می‌کنیم. بحث و بررسی برنامه 360 درجه امروز رو به مراسم تنفیز امروز آخوند روحانی به عنوان رئیس جمهور دوره 12 رژیم و سخنرانی‌های خامنه‌ای و روحانی در این مراسم اختصاص میدیم. ابتدا توجهتون رو به گزیده و قسمت‌هایی از این دو سخنرانی جلب می‌کنیم و بعد هم گفتگوی برنامه امروز ما به همین مسئله اختصاص داره. در این مراسم که در بیت خامنه‌ای برگزار شده بود، تقریباً تمام سردمدارای رژیم و سرکردگان نیروی نظامی و انتظامی و تعداد معدودی از کارمندان سفارت‌های خارجی در تهران حضور داشتند. طبق معمول سران سه قوه یعنی روحانی و دو تالاریجانی ها در طرفین خامنه ای نشسته بودند. جای خالی رفسنجانی رو که سال گذشته مرد جنتی گرفته بود. جالبه که از سایر رئیس جمهورهای نظام فقط احمدی نژاد که اونم تحت تعقیب قرار داره در مراسم حضور داشت که بین جمعیت هم نشسته بود و دوربین های تلویزیون معمولا اونو نشون نمیدادن. در چنین فضایی که نشانه های بارزی از این رژیم در حال ریزش داشت، حرفای روحانی و بعدش خامنه ای بهتر مفهوم میشن. در نظام های دیکتاتوری چون حکومت خود را فارغ از خواست مردم میداند و اصولا در پی فهم و اطلاع از آن نیست، امکان انطباق حکومت با تحولات اجتماعی از بین میرود. لذا با یک انقلاب یا شورش حاکمان گویا ناگهان از خواب بیدار می شوند و تازه صدای مردم را می شنوند. و البته پذیرفتیم که در نهایت برای اداره کشور این رأی مردم است که از بین دیدگاه های مختلف راه مورد نظر خود را انتخاب می کند. گذر از دشوارترین تحریم ها با ترکیبی از قدرت دیپلماسی و برخورداری از توان بازدارنده دفاعی اولین گام در چنین مسیری بوده است. برجام نشان حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین المللی بوده و هست. ما رو تحریم کردن، تحریم البته مشکلاتی رو برای کشور به وجود میاره، در این تردیدی نیست، لکن تحریم ها موجب شد که ما چشممون بر روی امکانات خودمون باز شد. امروز علی رغم میل دشمن و خواست دشمن ما قوی هستیم. جهتگیری دوم تعامل گسترده با دنیاست. این توصیه همیشگی ماست. این درست نقطه مقابل اون چیزی است که دشمنان ما و سلطه‌گران عالم دنبالش هستند. ما می توانیم با دنیا ارتباطات وسیع و گسترده‌ای داشته باشیم، هم به ملت‌ها و دولت‌های دیگر کمک کنیم، هم از کمک آنها بهره‌مند بشیم. توصیه بعدی بنده این است که التهاب آفرینی نشه، دو دستگی‌های مضر ایجاد نشه، قدر نیروهای انقلابی و پرانگیزه را هم بدانید. به همه مسئولین من سفارش می‌کنم، نیروهای مؤمن، پر انگیزه و انقلابی، اینا کسانی هستند که در مشکلات کشور رو حفظ میکنن، دفاع میکنن، سینه سپر میکنن. قدر اینها رو بدانیم. تعامل بین المللی نباید ما رو از این نکته که دشمنانی هستند که به نابودی ما کمر بستن نباید غافل کنه. از هر بهانه ای هم استفاده میکنن. شما موشک ماهواره بر به فضا پرتاب میکنید، ناگهان میبینید که جنجال درست کردن در دنیا. یک کار علمی، یک کار فنی، یک کاری که برای یک کشور
لازمه و بسیار عادی و معمولی است وقتی شما انجام میدید و میدید جنجال را میاندازن. اینا نشانه های این است که بایستی بیشتر مراقب باشید. پاسخ این برخوردها هم کار قوی و جهادی و حساب شده است. پاسخ با این دشمنی ها قوی تر شدنه. امروز مراسم دوره دوم ریاست جمهوری روحانی در بیت خامنه‌ای برگزار شد. برای اینکه ببینیم این مراسم با هیاهو و تبلیغاتی که از چند روز پیش در اطراف اون میشد چه چیزی رو نشون داد و چه چیزی رو به نمایش گذاشت، گفتگوی داریم با علیرضا معدنچی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر می‌کنم از شرکتتون در گفتگومون. خواهش می‌کنم. من هم متشکرم از اینکه این فرصت رو به من دادید و تشکر می‌کنم از هموطنان عزیز و بینندگان گرامی برای توجهشون به این گفتگو. بله. اول می‌خواستم راجع به این صحبتی که به اصطلاح هم روحانی و هم خامنه‌ای حول وحدت داشتن ازتون سوال کنم، چون خیلی تاکید می‌کنن هر دوشون روی موضوع وحدت. ولی با توجه به اینکه ما توی مدت اخیر و اصلا بین این به اصطلاح باند خامنه‌ای و باند روحانی هر چی تا حالا دیدیم به اصطلاح جنگ و دعوای باندی و جناحی بوده، مصداق واقعی این وحدت چی هست؟ واقعیت همینه که شما اشاره کردید، یعنی اینکه آنچه که ما از اینها دیدیم و از کل این رژیم دیدیم همیشه جنگ و دعوا و به خصوص جنگ قدرت بوده در همین دوره اخیر بین خامنه ای و روحانی. این ادعاهای وحدت خب خیلی مقطعی، گذراست و ظاهریه. علاوه بر تجارب این سالیان به این دلیله که اصلا اینا قادر به وحدت نیستن، به خاطر اینکه بجز منافع فردی و گروهیشون هیچ پایبندی دیگری به هیچ اصل و آرمان و هیچ چیز دیگه ندارن و بنابراین این رژیم اصلا دینامیسمش و ساختارش بنا شده بر منافع فردی و گروهی و از اینجاست که این تضادها و جنگ قدرت هم ناشی میشه. حالا علاوه بر این که اینها میخواستن به اصطلاح نمایش وحدت بدن در این مراسم تنفیذ، ولی حرفایی هم که زدن هر کدوم حرفای خودشون رو اومدن زدن، منتها با یک سوسی از به اصطلاح وحدت و در نظر گرفتن اون حساسیت های طرف مقابل و با سوسی از مثلا صورت سرخ کردن با سیلی. مثلا حرفهای روحانی رو اگر که نگاه بکنید خیلی دم از اسلامیت و جمهوریت میزد و اینکه جمهوری اسلامی ایران ترکیب یک پارچه از جمهوریت و اسلامیت است و نباید هیچ یک از آن دو را ندیده گرفت، که این یک نیش به ولی فقیه بود و اینکه اصلا در سیستم ولایت فقیه چیزی به نام جمهور و جمهوریت و اینا معنا نداره. بله. یا مثلا حرفاش در مورد برجام هم همینطور بود. علی رغم همه حملاتی که این روزها به برجام میشه و شکست برجام، روحانی از این صحبت کرد که برجام نشان حسنیت جمهوری اسلامی ایران برای تعامل سازنده و مؤثر در سطح بین المللی بوده و هست و ما اکنون با اعتماد به نفس بیشتر از گذشته و مستظهر به پشتیبانی یک ملت که فلان و فلان بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان در چارچوب قانون اساسی تاکید داریم. این در چارچوب قانون اساسی همون سوسیه که عرض کردم، یعنی بالاخره در چارچوب نظام ولایت فقیه. اما چیزی که میخواد اینجا بگه که ما همچنان به برجام ادامه میدیم. بله. و ازش کوتاه نمیایم. موارد دیگری هم بود که مالا من ازش میگذرم، از همین که هر کسی حرفای خودشو زد در مورد تعامل و اینها. خامنه‌ای هم همینطور، خامنه‌ای هم حرفای خودشو زد. مثلا اونجایی که در برابر این تأکید روحانی روی جمهوریت و اینا، این میگفتش که هویت انقلابی و تکیه بر هویت انقلابی این نکته بسیار مهمی است. هویت انقلابی معلومه دیگه، یعنی همون هویت نظام ولایت فقیه. در زمینه فرهنگی باید قوی بشید، در زمینه حفظ هویت اسلامی و انقلابی باید روز به روز قوی‌تر و عمیق‌تر بشید. باز تأکید بر همون جنبه‌های به اصطلاح یا جایی دیگرش میگه که اقامه دین، احیای دین، ایجاد حاکمیت دین. این دین و اسلام و این چیزا هم که معلومه که در این رژیم همیشه سرپوش دیکتاتوری مذهبی موسوم به ولایت فقیه هستش
و باز در ادامه همین ها اضافه میکرد که در مقابل دین ستیز ها و قانون شکنی ها نباید آرام بنشینید و بی تفاوت نباید بمانید. این هم همون اعلام جنگی است که به همه مردمی که آزادی رو طلب میکنن تحت عنوان دین ستیز اینها میزنند و اعلام جنگی که رژیم با این کل مردم ایران بخشید. این در شما میگید که به اصطلاح نمایش وحدت نبود و به اصطلاح همون تضاداشون رو بارز میکرد، ولی ما شاهد بودیم که در این مراسم تنفیذ برعکس همیشه که نیش و کنایه هایی به هم دیگه میزدن، هم به اصطلاح خامنه ای از روحانی تعریف کرد و اشاره کرد به آراء بالاش در انتخابات که خود حکم تنفیذ بله تو حکم تنفیذ، و هم روحانی به اصطلاح تعریف کرد از خامنه ای و نقش ولایت فقیه رو در به اصطلاح حکومت خودشون برجسته کرد و تعریف و تمجید کرد. اینها رو چطور توضیح میدی؟ بله اینکه میگید که یک واقعیتیه که به هر حال اینها آخه در مراسم تنفیذ بودن، اینا ناسلامتی در مراسم تنفیذ باید یک نمایشی از به اصطلاح وحدت بدن دیگه. اما از قضا توی همینجا همونطور که اشاره کردم نیش و کنایه به هم دیگه هم بود، منتها خب رقیق‌تر از معمول و اون چیزایی که ما قبلا شاهدش بودیم. خب علتش اینه که شرایط بسیار حساس رژیم هست و از قضا خود خامنه ای در شروع صحبتش به همین چیز اشاره کرد. اولین جمله‌ای که گفت اشاره به همین روزهای مهم و تعیین کننده بود. روزهای مهم و تعیین کننده یعنی همین شرایطی که الان رژیم توشه با تحریم‌هایی که آمریکا کرده، و این تحریم‌ها رو کارشناسان سیاسی خود رژیم میگن که ما الان انگار که در شرایط 28 مرداد هستیم. بگذاریم از این قیاس مالفارق، ولی اون چیزی که مورد نظر ایناست میخوام بگن که در آستانه سرنگونی هستیم. این رو میخوام بگن. در این همچین شرایطی میبینیم که اصلا اشاره اینها به مثلا تحریم ها نکردن، یا اگر که مثلا خامنه ای اشاره به تحریم ها کرد خیلی گذرا و کلی اینا بود. یا کما اینکه مثلا روحانی هم میبینیم که به همین مسئله به سراغ شرایط حاد و اینا و به اینکه جامعه در آستانه انفجار هست با یک هشدار به خامنه‌ای شروع میکنه که این حرف خیلی درشتی بود که در نظام‌های دیکتاتوری چون حکومت خود را فارغ از خواست مردم میداند امکان انطباق حکومت با تحولات اجتماعی از بین میرود، لذا با یک انقلاب یا شورش حاکمان گویا ناگهان از خواب بیدار میشن و تازه صدای مردم را میشنوند. منظورش البته اینه که صدای مردم همون رأی بود که به من دادن. این رو چند جای دیگه این رأی خودش رو مطرح کرد و رأیی که مردم دادند و اینها، این رو میخواست به سر خامنه‌ای بزنه. ولی بالاخره همین شرایط بین المللی که تحریم ها شاخصش هست، همین اوضاع انفجاری جامعه اینها رو ناچار میکنه که به هر حال روی وحدت تکیه بکنن. کما اینکه مثلا خامنه ای هم در همین صحبت خودش در توصیه‌ای که به روحانی میکرد این بود که از انتقادها ناراحت نشید، از نظرات مخالف آشفته نشید، بگذارید مخالفین اگر نظری دارن، انتقادی اگر دارن، انتقاد خودشون مطرح کنن. این حرفو دیکتاتور قرون وسطایی ولایت فقیه ولی فقیه داره این حرف رو میزنه، توصیه به تحمل انتقاد دیگران. خب این میخوام بگم که شرایطی که به اینا اینجوری دیکته میکنه. یک نکته من خواستم بگم، شما میگید که روزهای تعیین کننده که خامنه ای بهش اشاره کرد مربوط میشه به تحریم های فعلی و پیامد های اون. بله. در صورتی که نه روحانی و نه خامنه ای اصلا راجع به تحریم ها هیچ صحبتی نکردن، فقط خامنه ای یک به اصطلاح از کنارش با یک اشاره کوتاه گذشت مربوط به تحریم های سابق اونم. بله. از قضا خود همین که اینها به یک همچین مسئله مهمی که الان روی میز رژیم هست، تحریم ها و اینکه خودشون میگن که این یعنی تحریم کل رژیم، خود اصلا براندازی شده ورد زمان تمام سردمدارای رژیم. جنتی میگفتش که براندازی دغدغه اصلی مقام رهبری است. چطور این دغدغه اصلی مقام رهبری، این چیزی که در تمام رسانه های رژیم رو پر کرده، همه مهره‌ها و رسانه ها از اون حرف میزنن، یعنی براندازی، یعنی این شرایط به اصطلاح سقوط و سرنگونی، از هیچ کدوم اینا بهش اشاره نمی کنن. این همون بنبستیه که اینا دوچاره شدن. چرا مثلا به تحریم ها اشاره نمی کنن؟ به خاطر اینکه خب آخه اگر از تحریم ها حرف بزنن باید بلافاصله بگن که خب چه راه کاری در برابر این تحریم ها دارن، میخوان چیکار بکنن، و چون نمیتونن مطرح بکنن
راه کاری ندارن، پس برنامه اصلا سراغش نمیرن، چون که با نیروهای وسیع و گستردهشون، نیروهایی که در خارج هستن منظورمه، روبرو با گستردگی ریزش نیروها اینها مواجه هستن که هر گونه اشاره به این تحریم ها و به این شرایط این ریزش رو شدیدتر میکنه. به این خاطر این مراسم تنفیذ اصلا یک مراسمی بود که برای صورت سرخ کردن به ضرب سیلیو، به ضرب همین نمایشات و اینها، و همچنین ناخواسته ابراز وحشت از شرایط موجود و شرایط پیش رو. خامنه‌ای یک حرف مهمی توی این صحبتاش گفت که ضمن اینکه از تعامل حرف میزد و خودش رو همراه تعامل نشون میداد و اینا، اما گفتش که دشمن همه توان خودش رو به کار برده که شما رو نابود بکنه. تعامل بین المللی نباید ما رو از این نکته که دشمنانی هستند که به نابودی ما کمر بستند غافل بکنه. این کدوم دشمنه که تعامل جوابش نیست؟ این کدوم دشمنه که تعامل نباید این رو تحت شعاع قرار بده؟ تعامل با جامعه بین المللی، اون دشمن داخلیه، خودشون هم میگن که تهدید ما داخلیه. اون همون وجود آلترناتیو آماده و حاضر به جنگی هست که اینها ازش به شدت وحشت دارن و نمیتونن حتی اسمش رو به زبون بیارن. بله، خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در گفتگو. خواهش می‌کنم.